دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا امروز پیشاپیش سخنرانی در مورد سیاست‌های مهاجرتی در یک دیدار کوتاه از مکزیک با رئیس جمهوری آن کشور گفتگو می‌کند. همزمان در انتخابات مقدماتی کرسی‌های کنگره دو سناتور ارشد جمهوری‌خواه رقبای حزبی خود را شکست داده و یک گام به سوی پیروزی نزدیک‌تر شدند. گزارشی از همکارم شهلا آراست. دونالد ترامپ که پس از وعده‌های مکرر برای بنای دیوار میان آمریکا و مکزیک و اخراج مهاجران اخیراً در سیاست مهاجرتی خود کمی نوسان نشان داده، امروز تنها چند ساعت پیش از ایراد سخنرانی در ایالت آریزونا به مکزیک سفر و با انریکه پنا نیتو رئیس جمهوری آن کشور گفتگو می‌کند. این سفر همزمان با تلاش دونالد ترامپ برای روشن کردن موضع خود در مورد مهاجران غیر قانونی آمریکا صورت می‌گیرد که یک منازعه انتخاباتی و محور مبارزات او بوده است. آقای ترامپ سه شنبه در سخنرانی در ایالت واشنگتن چنین گفت: ما همچنین با امن کردن مرزها جلوی سرازیر شدن مواد مخدر به داخل و نابودی کشور را می‌گیریم. من فردا در آریزونا در این مورد صحبت میکنم. سخنرانی بزرگی در مورد مهاجرت فردا شب در آریزونا. ستاد انتخاباتی هیلری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری که از او نیز برای سفر به مکزیک دعوت شده در مورد سخنرانی آقای ترامپ میگوید نهایتاً آنچه ترامپ در آریزونا میگوید مهم است نه در مکزیک. و اینکه آیا تعهدش را برای اخراج میلیون ها و جدا کردن خانواده ها حفظ می کند یا نه. سیاست های آقای ترامپ همچنین موجب نگرانی جمهوری خواهان نسبت به عدم پیروزی او در انتخابات و از دست دادن اکثریت در سنا شده که بر اهمیت انتخابات کرسی های کنگره افزوده است. سه‌شنبه جمهوری‌خواهان ایالت فلوریدا یک بار دیگر سناتور مارکو روبیو را در انتخابات مقدماتی برای دور دوم عضویت سنا برگزیدند. آقای روبیو که برای شرکت در مبارزات ریاست جمهوری از کرسی سنا کناره گرفته بود، دیشب پس از پیروزی در میان طرفدارانش صحبت کرد. من نتونستم با این فکر آسوده باشم که ما در این برهه مهم در تاریخ کشورمان بالقوه با از دست دادن کرسی تعادل قدرت را در سنا از دست بدیم. جان مکین سناتور ارشد دیگر جمهوری خواه نیز در ایالت آریزونا بر رقیب جمهوری خواه خود پیروز شد. ما باید بتوانیم از موضع قدرت در مقابل افکار رئیس جمهوری آینده هر کس که می‌خواهد باشد مقاومت کنیم که کشور را در مسیر اشتباهی نبرد. بنابراین حفظ اکثریت جمهوری خواهان در کنگره بسیار ضروری است. آقای مکین همچنین از حمایت طرفداران ایرانی تبار و ویتنامی تبار خود در آریزونا قدردانی کرد. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.